هنگامی که خورشید از افق سر زد، چشمانش را گشود. مقابل او، آنجا که ستارگان کوچکی در شب درخشیدند، رشته ای از درختان نخل همه وسعت صحرا را اشغال کرده بودند. مرد انگلیسی که تازه بیدار شده بود فریاد زد: رسیدیم! با این همه مرد جوان چیزی نگفت. او سکوت را از صحرا فرا گرفته بود و از تماشای درختان نخل روبرویش خرسند بود. تا رسیدن به اهرام راه زیادی در پیش داشت و آن روز صبح زمانی برایش به خاطره‌ای بدل می شد. اما حالا باید زمان حال را در می‌یافت، همانطور که ساربان گفته بود، مثل یک جشن. سعی کرد که زمان حال را با درس‌های گذشته و آرزوهای آینده‌اش طی کند. روزی تصویر این هزاران نخل به خاطره‌ای بدل خواهد شد، اما حالا برایش به معنای سایه بود و آب و پناهی در برابر جنگ. همانطور که صدای یک شتر می‌توانست به علامت خطر تبدیل شود، همانطور هم گروهی از درختان نخل به یک معجزه شبیه بود. فکر کرد که جهان به بیش از یک زبان سخن می‌گوید. کیمیاگر در حالی که ورود صدها انسان و حیوان را به واهه نگاه می‌کرد، به خود گفت: وقتی زمان شتاب می‌گیرد، کاروان‌ها هم عجله می‌کنند. ساکنین واهه که به استقبال تازه واردین می‌رفتند، فریاد می‌زدند. گرد و خاک خورشید صحرا را می‌پوشانید و کودکان از هیجان دیدار بیگانگان جست و خیز می‌کردند. کیمیاگر متوجه شد که رؤسای قبایل جمع شدند تا به دیدار رئیس کاروان بروند و سپس با هم یک جلسه مشاوره سری طولانی برگزار کردند. هیچ کدام از اینها برای کیمیاگر جالب نبود. او تا آن زمان تعداد زیادی از آدم‌ها را دیده بود که از راه رسیده بودند و سپس بار سفر بسته و رفته بودند. حال آنکه واهه و صحرا بر جا مانده بود، او شاهان و گدایان را دیده بود که بر این شنها گام نهاده بودند، شنهایی که باد شکلشان را در هم می‌ریخت، ولی همان شنهایی بود که از کودکی دیده بود. با این همه نمی‌توانست بر احساس شعفی که در اعماق قلب هر مسافری پدید می‌آمد، آنگاه که پس از استمرار زردی زمین و آبی آسمان سبزی درختان نخل در برابر چشمانش ظاهر می شدند، غلبه کند. با خود اندیشید که شاید خداوند صحرا را آفریده است تا انسان از دیدن نخل ها لذت ببرد. تصمیم گرفت به مسائل واقعی تر بپردازد. می دانست که با این کاروان مردی خواهد آمد که باید بخشی از اسرارش را به وی بیاموزد. نشانه ها او را مطلع کرده بودند. او هنوز این مرد را نمی شناخت، ولی چشمان با تجربهش در لحظه‌ای که او را می دیدند می شناخت. امیدوار بود که این شخص هم به اندازه شاگرد قبلیش با استعداد باشد. فکر کرد چرا باید این چیزها سینه به سینه نقل شود. تنها به این دلیل نیست که آنها جزء اسرار هستند، چون خداوند خود اسرارش را کریمانه به مخلوقاتش آشکار می کند. او فقط یک توجیه برای این مطلب داشت و آن هم این بود که این چیزها باید به این طریق منتقل شوند، چون از حیات خالص ساخته شدند و این نوع حیات را نمیتوان با تصویر، با کلام منتقل کرد یا دریافت، زیرا انسانها مسحور تصاویر و کلمات میشوند و نهایتاً زبان جهانی را فراموش میکنند. تازه واردان را بلافاصله به حضور رؤسای قبایل فیوم بردند. مرد جوان هنوز آنچه را که می‌دید باور نمی‌کرد. به جای یک چاه آب و چند نخل خرما، یعنی آنطور که در کتاب‌ها خوانده بود، می‌دید که این واحه از بسیاری از روستاهای اسپانیا بزرگتر بود. 300 حلقه چاه، 50,000 درخت خرما و تعداد بیشماری خیمه و چادرهای رنگی در بین درختان. مرد انگلیسی که بی صبرانه منتظر ملاقات با کیمیاگر بود گفت: مثل قصه های 1001 شب می ماند. به زودی بچه ها دور آنها را گرفتند و با کنجکاوی به اسب ها، شترها و آدم هایی که از راه می رسیدند نگاه کردند. مردان می خواستند بدانند که آیا نشانه ای از جنگ در صحرا دیده شده یا نه، و زنان به دنبال پارچه ها و جواهراتی که بازرگانان آورده بودند می گشتند. سکوت صحرا رویای دوردستی بود. همه با هم حرف می
می‌زدند، می‌خندیدند، فریاد می‌زدند، انگار دنیای ارواح را ترک کرده و به نزد آدمیان آمده بودند. کاروانیان خوشحال و راضی به نظر می‌رسیدند. هرچند که شب قبل در صحرا احتیاط زیادی کرده بودند، ولی ساروان به مرد جوان توضیح داده بود که خود واحه در صحرا یک منطقه بی‌طرف محسوب می‌شود، زیرا بیشتر ساکنین آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و در هر دو طرف مخمصه‌هایی برای واحه وجود دارد و جنگجویان برای مبارزه به میان شن‌های کویر می‌روند و واحه‌ها در صلح و آرامش به سر می‌برند، مثل پناهگاه‌های امن. رئیس کاروان به دشواری توانست همه را جمع کند و دستورات لازم را صادر نماید. تا وقتی که جنگ بین قبیله‌ها ادامه داشت، کاروان همه جا می‌ماند به عنوان میهمان. افراد کاروان در خیمه‌های ساکنان واحد جا داده خواهند شد و بهترین جاها را به میهمانان می‌دهند. این قانون مهمان نوازی سنتی بود. بعد او از همه، من جمله از نگهبانان خودش، تقاضا کرد که سلاح‌هایشان را به مردانی که رؤسای قبایل تعیین کرده بودند تحویل دهند. اینها قواعد زمان جنگ هستند. در این صورت واحه‌ها به پناهگاه جنگجویان بدل نخواهد شد. مرد جوان با تعجب دید که مرد انگلیسی یک اسلحه از جیب کتش بیرون آورد و آن را در اختیار مردی که موظف به جمع‌آوری سلاح بود قرار داد. از او پرسید چه نیازی به اسلحه بود؟ برای اینکه بتوانم به دیگران اعتماد کنم. مرد انگلیسی از اینکه به مقصد رسیده بود خوشحال به نظر می رسید. مرد جوان به نوبه خود در فکر گنج بود. هرچه به رویایش نزدیکتر می شد، مسائل دشوارتری پیش می آمد. از آنجا که پادشاه پیر شانس تازه کار نامیده بود، دیگر خبری نبود. میدانست که حالا دیگر وقت آزمایش ایستادگی و شجاعت است. برای کسی که در جستجوی افسانه شخصی خود میباشد، او نمیبایست شتاب کند و بی‌صبری نشان دهد، چون در آن صورت ممکن بود نشانه هایی را که خداوند در مسیرش گذاشته نبیند. این خداوند است که نشانه ها را در مسیر من گذاشته است. خودش هم از این اندیشه‌ای که به ذهنش رسیده بود یک خورد. تا آن موقع نشانه ها را متعلق به دنیا پنداشته بود. چیزی مثل خوردن و خفتن، به جستجوی عشق رفتن یا به دنبال کار گشتن. اما هرگز نیندیشیده بود که این میتواند زبانی باشد که خداوند از طریق آن راهی را که باید برود به او می نمایاند. به خودش گفت شتاب مکن. همانطور که ساربان می گفت به هنگام خوردن بخور و هنگام رفتن برو. روز اول به دلیل خستگی همه، حتی مرد انگلیسی هم خوابیدند. مرد جوان را با 5 جوان تقریبا همسال در یک خیمه کمی دورتر جا داده بودند. آنها همه ساکنین صحرا بودند و دوست داشتند داستانهایی درباره شهرهای بزرگ بشنوند. مرد جوان از زندگی شبانی خود حرف زد و میخواست از تجربهش در مغازه بلور فروشی صحبت کند که مرد انگلیسی وارد شد و به او گفت من تمام روز دنبال شما میگشتم، باید به من کمک کنید تا محل اقامت کیمیاگر را پیدا کنم. او را با خود از خیمه بیرون برد و سعی کرد خودشان خانه او را پیدا کنند. یک کیمیاگر حتما نحوه زندگی متفاوتی از دیگران داشت و احتمال زیادی داشت که در خیمهش یک کوری دائم روشن داشته باشد. پس از پیاده روی زیاد متوجه شدند که واقع خیلی بزرگتر از آن است که گمان کرده بودند و بیش از صدها خیمه در آن است. مرد انگلیسی و دوستش کنار چای نشستند و او گفت همه روزمان هدر شد. مرد جوان گفت شاید بهتر باشد بپرسیم. مرد انگلیسی که نمیخواست حضورش در فیوم شناخته شود مردد بود، ولی بالاخره موافقت کرد و چون پسر جوان بهتر از او عربی حرف می‌زد، از او خواست این کار را بکند. مرد جوان به زنی که سر چاه آمده بود تا مشکی را از آب پر کند نزدیک شد و به او گفت عصر بخیر خانم، می‌خواستم بدانم کیمیاگری که در اینجا زندگی می‌کند کجا اقامت دارد. زن پاسخ داد که هرگز چیزی درباره او نشنیده است و بلافاصله از آنجا دور شد، ولی سریعاً به مرد جوان فهماند که نباید با زنانی که لباس سیاه پوشیده اند صحبت کند، چون آنان شوهر دارند، میبایست به سنت احترام گذاشت.
مرد انگلیسی به شدت ناامید شده بود، پس این همه راه را بیهوده آمده بود. دوستش هم غمگین شد، چون مرد انگلیسی هم در جستجوی تحقق افسانه شخصیش بود و وقتی کسی در این موقعیت قرار دارد، همه جهان میکوشد تا او را در رسیدن به هدفش یاری کند. این حرفی بود که شاه پیر گفته بود و او نمیتوانست اشتباه کند. مرد جوان گفت: من هرگز چیزی درباره کیمیاگران نشنیدم، وگرنه سعی میکردم به شما کمک کنم. در ذهن مرد انگلیسی اندیشه جرقه زد، فریاد کشید: شاید هیچکس او را به عنوان کیمیاگر نشناسد، باید درباره شفاگر از مردم سوال کنیم. چندین زن سیاه پوش برای بردن آب سر چاه آمدند، ولی هرچه مرد انگلیسی اصرار کرد، جوان اسپانیولی حاضر نشد با آنها حرف بزند. بالاخره یک مرد از راه رسید. مرد جوان از او پرسید: آیا کسی را می شناسید که بیماران را در اینجا شفا دهد؟ این الله است که همه بیماران را شفا می دهد. آیا دنبال یک جادوگر می گردید؟ به نظر می رسید که از بیگانگان ترسیده باشند. پس از آن که چند آیه از قرآن خواند، از آنجا دور شد. مرد دیگری که مسن‌تر بود آمد که فقط یک سطل کوچک همراه داشت. جوان همان سوال را تکرار کرد و مرد عرب در پاسخ گفت: چرا میخواهید با چنین مردی آشنا شوید؟ چون دوست من این مسافرت چند ماهه را فقط به خاطر ملاقات با او انجام داده است. مرد عرب پس از مدتی اندیشه گفت: اگر چنین مردی در اینجا وجود داشته باشد، باید خیلی قدرتمند باشد، پس حتی رؤسای قبایل هم نمیتوانند هر وقت دلشان خواست او را ببینند. این اوست که باید تصمیم بگیرد. صبر کنید تا جنگ تمام شود و با کاروان راه بیفتید. بهتر است وارد زندگی واهه نشوید. مرد انگلیسی خیلی خوشحال شد، چون فهمید که درست آمده است. آن وقت یک دختر جوان که لباس سیاه نپوشیده بود از راه رسید. یک کوزه روی دوش داشت و شالی روی سرش انداخته بود، ولی چهرهش دیده می شد. مرد جوان به سوی او رفت تا درباره کیمیاگر سوال کند. گویی زمان متوقف شد و روح جهان با همه قدرت در برابر پسر جوان نمایان شد. هنگامی که چشمان سیاه و لبان زیبای او را دید که بین لبخند و سکوت مردد بود، اساسی ترین و استادانه ترین بخش زبانی را که دنیا به آن سخن می گفت درک کرد، زبانی که همه موجودات زمینی با قلبشان آن را می شنوند و نام آن عشق. چیزی قدیمی تر از انسان و صحرا که قدرت خود را نشان می داد، وقتی که دو نگاه با هم تلاقی می کردند، همانطور که آن دو نگاه در کنار یک چاه به هم برخوردند. سرانجام لبها به لبخند گشوده شدند و این یک نشانه بود، نشانه ای که مرد جوان بی آن که بداند همه عمر در انتظار آن بود، نشانه ای که در کتاب ها، نزد گوسفندان، در بلورها و در سکوت صحرا به دنبال آن میگشت. این زبان خالص جهان بود، بدون هیچ توضیحی، زیرا که جهان برای ادامه راهش در این فضای بیکران نیاز به توضیح ندارد. آنچه میفهمید این بود که در برابر زن زندگی خیش قرار دارد و بدون لزوم سخنی آن دختر هم این را میدانست. بیش از هر چیزی در جهان از این موضوع اطمینان داشت، حتی اگر والدینش و والدین آنها همیشه گفته بودند که برای ازدواج باید اول پول کافی داشت. بعد به خواستگاری رفت، نامزد شد و با هم معاشرت کرد. کسی این حرف را میتوانست بزند که هیچ اطلاعی از زبان جهانی نداشته باشد، چون کسی که در آن زبان غوطه‌ور است میداند که در دنیا همواره کسی هست که انتظار دیگری را میکشد، چه در وسط صحرا و چه در قلب یک شهر بزرگ. و وقتی این دو نفر با هم روبرو شوند و نگاهشان به هم گره می‌خورد، همه گذشته ها و آینده ها اهمیت خود را از دست می‌دهد و تنها آن لحظه وجود دارد و این یقین باور نکردنی که همه چیز زیر این آسمان کبود توسط دستی واحد رقم خورده است، دستی که عشق را می‌آفریند و روحی آشنا برای هر کسی که کار می کند، استراحت می کند یا زیر نور خورشید در جستجوی گنج به سوی می رود وجود دارد. اگر جز این بود، رویاهای انسان ها هیچ معنا و مفهومی نداشت. به خود گفت: مکتوب.
مرد انگلیسی از جا برخاست. او را تکان داد و گفت: سوال کن، زود باش. مرد جوان به دختر نزدیک شد. دختر دوباره لبخند زد. مرد جوان به لبخند او پاسخ داد و از او پرسید: اسم تو چیست؟ دختر سر به زیر افکند و پاسخ داد: فاطمه. در کشور من هم بعضی از زنان این نام را دارند. این نام دختر پیامبر است و جنگجویان ما آن را نزد شما آوردند. دختر جوان و لطیف با غرور از جنگجویان حرف می‌زد. مرد انگلیسی اصرار داشت که زودتر سوال اصلی مطرح شود. مرد جوان از دختر پرسید که آیا چیزی درباره مردی که بیماران را شفا می‌دهد شنیده است؟ دختر پاسخ داد: مردی است که اسرار جهان را می‌داند. او با جن‌های صحرا حرف می‌زند. دختر جوان با دست به سمت جنوب اشاره کرد. یعنی خانه این شخص عجیب در آن سو واقع است. بعد کوزه‌اش را پر کرد و رفت. مرد انگلیسی هم به جستجوی کیمیاگر به راه افتاد و مرد جوان مدتی مدید در کنار چاه نشست و به خاطر آورد که روزی باد شرق عطر این زن را به سوی او آورده بود. گویی او را دوست می داشت پیش از آن که بداند وجود دارد. عشقی که به او احساس می کرد او را وامی داشت تا همه اسرار جهان را کشف کند. روز بعد به سر چاه برگشت تا به انتظار بنشیند. با تعجب مرد انگلیسی را دید که برای اولین بار صحرا را تماشا می کند. وقتی او را دید گفت: تمام بعد از ظهر و شب را به انتظار نشستم. وقتی اولین ستاره ها در آسمان پدیدار شدند کیمیاگر از راه رسید. من به او گفتم که در جستجوی چه هستم. او از من پرسید که آیا تا کنون صبح را به طلا بدل کردم. به او گفتم که این دقیقا همان چیزی است که میخواهم بیاموزم. آن وقت به من گفت: سعی کن این کار را بکنی. همین فقط گفت: برو امتحان کن. مرد جوان سکوت کرد. پس مرد انگلیسی تمام این راه را آمده بود تا چیزی را که می دانست بشنود. به خاطر آورد که خودش 6 گوسفند به پادشاه پیر داده بود تا نتیجه مشابهی بگیرد. به او گفت: خب سعی کنید، امتحان کنید. این دقیقا همان کاری است که قصد دارم بکنم و می خواهم فوراً دست به کار شوم. کمی بعد از رفتن مرد انگلیسی فاطمه به سر چاه آمد تا کوزه‌اش را پر کند. مرد جوان به او گفت: من آمدم خیلی ساده به تو بگویم که میخواهم همسر من بشوی. من تو را دوست دارم. کوزه در دست دختر جوان پر شد و سر رفت. پسر جوان ادامه داد: من هر روز برای دیدار تو به اینجا خواهم آمد. من به جستجوی گنجینه‌ای که در نزدیکی اهرام است از صحرا عبور کردم. جنگ برای من یک گرفتاری و بدبختی محسوب می‌شد، اما حالا باعث خوشبختی من است چون مرا در کنار تو نگه می‌دارد. ولی جنگ یک روز تمام خواهد شد. مرد جوان به درختان خرما نگاه کرد. او قبلا چوپان بود و در این واقعه هم تعداد زیادی گوسفند وجود داشت. با خود اندیشید که فاطمه بیش از گنج اهمیت دارد. دختر جوان انگار که اندیشه او را دریافته است گفت: مردان جنگی در جستجوی گنج هستند و زنان صحرا به مردان جنگی افتخار میکنند. بعد کوزه‌اش را دوباره پر کرد و رفت. هر روز مرد جوان به سر چاه میرفت و به انتظار فاطمه مینشست. از زندگی چوپانی خود، از ملاقاتش با پادشاه و مغازه بلور فروشی برایش تعریف میکرد. آنها با هم دوست شدند و جز ربع ساعتی را که هر روز با دختر جوان می گذرانید زمان به نظرش خیلی طولانی می آمد. حدود 1 ماه از اقامت آنها در واحه گذشته بود که رئیس کاروان همه را به یک گرد همایی دعوت کرد و به آنها گفت: ما نمی دانیم که جنگ چه زمانی پایان می گیرد و نمی توانیم به راهمان ادامه دهیم. نبرد ممکن است مدت‌های مدیدی ادامه پیدا کند، شاید چندین سال. در هر دو لشکر مردان شجاع و رشیدی وجود دارد که به جنگیدن افتخار می‌کنند. مسئله جنگ بین خیر و شر نیست، جنگ بین نیروهاست که برای به دست آوردن اقتداری واحد می‌جنگند و هنگامی که چنین نبردی در می‌گیرد بیش از سایر جنگ‌ها طول می‌کشد، چون خدا با هر دو طرف است. افراد پراکنده شدند. مرد جوان آن شب فاطمه را دید و به او گفت که در گرد همایی چه گذشته است. دختر جوان به او گفت:
و در دومین ملاقاتمان تو به من از عشقت سخن گفتی و روزهای بعد درباره زبان و روح جهان چیزهای بسیار زیبایی به من آموختی. همه اینها باعث شده که من بخشی از وجود تو باشم. پسر جوان به صدای او گوش میکرد و آن را زیباتر از صدای باد در نخل ها میافت. دختر ادامه داد: من مدت هاست که به کنار چاه آمدم و منتظر تو هستم. دیگر نمیتوانم گذشته خود و سنت را به خاطر آورم و اینکه زنان صحرا چگونه باید رفتار کنند تا مورد پسند مردان باشند. از کودکی همیشه در این آرزو بودم که روزی صحرا بهترین هدیه زندگیم را برایم خواهد آورد و حالا من این هدیه را دریافت کردم و آن تو هستی. مرد جوان خواست دست او را بگیرد ولی او دسته‌های کوزه را گرفته بود. فاطمه دوباره گفت: تو با من از رویاهایت حرف زدی، از پادشاه پیر و از گنج. تو از نشانه ها سخن گفتی، برای همین من از هیچ چیز نمی ترسم، چون همان نشانه ها تو را به سوی من آوردند. من خودم جزی از رویای تو، از افسانه شخصی تو که این همه درباره اش حرف می زنی هستم. به همین دلیل مایلم که تو راحت را به سوی آنچه که به جستجویش آمده بودی ادامه دهی. اگر مجبوری منتظر پایان جنگ بمانی چه بهتر، ولی اگر باید زودتر حرکت کنی پس به سوی افسانه شخصیت حرکت کن. تپه ها با حرکت باد شکل عوض می کنند، ولی صحرا همیشه همون که بوده می ماند. عشق ما هم همینطور است. مکتوب: اگر من بخشی از افسانه تو باشم، تو روزی باز خواهی گشت. وقتی او را ترک کرد احساس اندوه می کرد. به بسیاری از آدم هایی که می شناخت فکر می کرد، به چوپان هایی که ازدواج کرده بودند و به سختی می توانستند به همسرانشان بقبولانند که یک چوپان ناچار است در دشت ها و مراتب بگردد. عشق متوقع حضور دائمی معشوق بود. روز بعد درباره همه اینها با فاطمه حرف زد. فاطمه به او گفت: صحرا مردان را از ما می گیرد و همیشه آنها را بر نمی گرداند. باید بپذیریم. پس از آن آنها در ابرهایی که باران ندارند، در حیواناتی که لابلای سنگا پنهان میشوند و در آب که سخاوتمندانه از زمین میجوشد حضور دارند. آنان در همه چیز هستند، بخشی از روح جهان هستند. برخی از مردان باز میگردند و آن وقت همه زنها خوشحال میشوند، چون مردان آنها نیز ممکن است روزی بازگردند. در گذشته من به این زنها نگاه می کردم و حسرت سعادت آنها را داشتم. حالا من هم کسی را خواهم داشت که در انتظارش باشم. من دختر صحرا هستم و به این تعلق افتخار می کنم. می خواهم که مرد من مثل باد حرکت کند، باد آزاد که تپه های شنی را جابجا می کند، و می خواهم در ابرها، در حیوانات و در آب چشمه ها او را ببینم. مرد جوان به سراغ انگلیسی رفت تا با او درباره فاطمه حرف بزند. شگفت زده شد وقتی دید که مرد انگلیسی در کنار چادرش یک کوره کوچک درست کرده و یک شیشه کوچک شفاف روی آن گذاشته است. کوره عجیبی بود. مرد انگلیسی آتش را با هیزم افروخته نگه می داشت و صحرا را نگاه می کرد. چشمانش درخشانتر از زمانی بود که تمام وقتش را غرق در کتاب بود. به مرد جوان توضیح داد: این اولین مرحله کار است. باید گوگرد ناخالص را جدا کنم و برای موفق شدن نباید از شکست بترسم. ترس از شکست آن چیزی است که تاکنون مانع از آغاز کار من بوده است. من کاری را شروع کردم که می توانستم 10 سال پیش شروع کرده باشم، ولی خوشحالم که 20 سال دیگر صبر نکردم. و در حالی که آتش را مراقبت می‌کرد، به تماشای صحرا ادامه داد. مرد جوان مدتی نزد او ماند تا زمانی که صحرا از غروب رنگ صورتی گرفت. آن وقت میل شدیدی در خود احساس کرد که به آنجا برود تا ببیند آیا سکوت می‌تواند پاسخ پرسش‌های او را بدهد. مدتی در صحرا راه رفت بدون اینکه درختان خرمای واهه را از نظر دور کند. به صدای باد گوش می‌داد و سنگ‌ها را زیر پاهایش احساس می‌کرد. گاه به یک صدف برمی‌خورد
و مطمئن میشد که در زمانهای بسیار دور این صحرا دریای وسیعی بوده است. روی سنگ بزرگی نشست و خود را به جاذبه افق رها کرد. برای او عشق بدون تصاحب مفهومی نداشت. اما فاطمه دختر صحرا بود و اگر چیزی به او کمک میکرد تا بفهمد، فقط صحرا میتوانست باشد. زمان میگذشت. او به هیچ چیز فکر نمیکرد تا اینکه بر فراز سرش احساس کرد که چیزی تکان میخورد. به بالا نگاه کرد و دو شاهین را دید که خیلی بالا در آسمان پرواز میکردند. مرغان شکاری و چرخهایی را که در آسمان میزدند نگریست. ظاهراً خطوط نامنظمی بودند و برای او معنا داشتند. نمیدانست که این معنا چیست. تصمیم گرفت که با چشم حرکات آنها را دنبال کند. شاید پیغامی برای او داشتند. شاید صحرا میتوانست عشق بدون تصاحب را برای او تفسیر کند. احساس خواب به او دست داد، اما قلبش به او میگفت که نباید بخوابد، فقط باید خود را رها کند. به خود گفت دارم به درون زبان جهانی نفوذ میکنم و همه چیز اینجا معنا دارد، حتی پرواز پرنده ها. نسبت به عشقی که به این دختر داشت احساس قدرشناسی کرد و فکر کرد وقتی آدم عاشق است همه چیز بیشتر معنا دارد.